منوچهر ما از این زیاد به درس علاقه نشون نمیداد، برای همین که درسش هم تکمیل نکرد، ولی دورای آموزشیش رو با معلمایی که پدرم برش انتخاب کرده بود تکمیل کرد. نوازنده بسیار خوبی شد و خیلی زود هم پاش باز شد به دنیای حرفه‌ای و درآمدی این کار. ولی من نه، تا دیپلم بگیرم کمکی با پدرم میرفتم، همین مجلسی که برای رادیو اینا رو کمکی میرفتم، یه درآمدی هم خوب بود و حسابی داشتم ریختم به سو خورم. و دیپلمی که گرفتم دیگه خودم تصمیم جدی گرفتم که وارد فعالیت حرفه‌ای و درآمدی این کار بشم. این کار رو به عنوان حرفه قبول کردم که تو سفرهای متعددی که داشتم به آمریکا، دورهای کوتاه در موسیقی جاز، موسیقی فیلم، سازشناسی، اساتیدی مثل دکتر ملک استانیان پیشمشون پیانو کار کردم، پیش زنده یاد سید مرتضی حنونه ارکستراسیون کار کردم، پیش آقای فخرالدینی هم همینطور، و همینجور تلمبزهای خصوصی میدیدم تا اینکه وارد جرگه هنرستان و دانشکده موسیقی بشم. چون بیرون کار میکردم اونطوری از نظر زمانی نمیتونستم این مسئولیت که هر روز صبح پاشم، چون معمولا برنامه‌ای که میرفتیم تا دو سه صبح یا طول میکشید بیام سه ساعت بخوام صبح پاشم برم مدرسه، نمیتونستم. بیشتر کلاس های شبانه و آزاد و اینا رو انتخاب میکردم. من نوازنده آکاردئون بودم موقع با شادروا مرحوم پوران و خانم رامش کنه آمریکا هستن، در قید حیات هستن، با این دوتا خانم نوازندگی آکاردئون میکردم. و سرپرست ما اون موقع استاد رحمت الله حبیب الله بدی بودن که روحشون شاد، سرپرستی با ایشون بود که در همون سفر بود که اونجا قسمتم شد که رفتم و از بغداد رفتم به کربلا و اون آرزو دیرینه که داشتم رو ادا کردم. در سفارت دو شب برنامه داشتیم، بعد خود سفارت بر ما یه روز تور کربلا گذاشت که همه اکیپ رفتیم کربلا. تو من بر نگشتم با یکی، همونجا کلک زدم موندم. بله، به اروپا رفتیم، آلمان، فرانسه، انگلیس، که اونم به مخارج و مسئولیت و تعهد هفته اولش با رادیو ایران بود، با رادیو وقت ایران بود. ولی بعد از اون بنا به پیشنهاد همسر خانم گوگوش، محمود قربانی بود و اونا هم از همسرشون، اکیب ما مون، گروه ما، گروه گوگوش که سرپرستش با من بود، ارکستر 12 نفره داشتیم، به پیشنهاد محمود قربانی موندیم با مخارجشون که گوگوش فعالیت خودش رو در اروپا شروع کنه، که یه 7-8 ماهی موندیم. متاسفانه نتیجه که میخواستن نگرفتیم، دست از پا درازتر برگشتیم، که دیگه بعد از اون برگشتن من از گوگوش جدا شدم. موقع حدودم 20 سالم بود، از گوگوش جدا شدم و شروع کردم به کارهای تنظیم های حرفه‌ای، ترانه ساختم و فعالیتی که جزء یکی از تنظیم کننده مملکت گلمون ایران شد، که بعد شدم سرپرست ارکستر برنامه‌های تلویزیونی آقای پرویز غریب‌افشار. همکاری من با ایشون اینجوری شروع شد که البته تو همین سفر که رفته بودم با ایشون همکاری می‌کردم. همکاری من با ایشون از 20 سالگیم تقریبا شروع شد، 20-21 سالگیم. باعثش هم خدا بیامرز زابن اوهانیان شد، جیپسی زن، ویولون زن جیپسی که آهنگای جیپسی می‌زد. و چون با برادرم کار میکرد، برادرم با پوران خدا بیامرز رفته بود آبادان برای اجرای برنامه، دنبال یه پیانیست میگشت که باش آکومپانیمان کنه، همراهی کنه این آهنگا رو. منو تو رادیو دید، تو دفتر
شاد روان حبیب الله بدیع و به من پیشنهاد کرد. گفت انقدر بد میدم بیا با من این برنامه رو بزن. گفتم نه. گفت میدونی کی تو این برنامه هست؟ نمیای. گفتم کی؟ گفت گریگری پک. من عاشق گریگری پک بودم، تو پای ناورانش، گروگانش، کشور بزرگش. و شنیده بودم، خونده بودم تو مجله که گریگری پک ایرانه، نگو تو اون برنامه است. بخاطر گریگری پک رفتم و دیدمشم. دیدمش باش عکس گرفتم و اونجا با پرویز غربشار آشنا شدم که مجری تهیه کننده اون برنامه بود. منو دعوت کرد، گفت تو خیلی خوبی، مشاره پر از انرژی و شروع جوانی هستی، برای من میتونی یه ارکستر زنده که زنده بزنن، خواننده باش بخونن درست کنی؟ گفتم بله، اصلا دارم. اون من گروهی داشتم، طوفان خدا بیاموز، برنامه از باس جردن که پرکاشنیستمون نوری خدا بخشی. شروع کردیم با چهار پنج نفر که این ارکستر چهار نفری تحت تایید دکتر که الانشون پروفسور شدن، پروفسور هرمز فرهاد که اون موقع رئیس شورای موسیقی رادیو تلویزیون ملی ایران بودن، با تاییدیه ایشون که از ما تست آزمون گرفتن، تعیین نسخت کردن، برای ما حقوق بریدن و ما شدیم گروه ثابت ارکستر زنده شورای غریب افشار. ولی همون شو ارکستر چهار پنج نفری رو من در عرض سه چهار ماه تبدیلش کردم به 25 نفر ارکستر بزرگ. زهی آوردم، ویولن آوردم، سازبادی آوردم و همین خودش یه کنتراستی شد، یه مثلا برخوردی پیش آورد با بودجه‌های رادیو که اون موقع واروژان خدا بیامرز و مارسل که انشالله زنده باشه هر جا هست، اونا هم یه ارکستر درست کرده بودن به اسم ارکستر پاپ مردمی. اونا تمرین میکردن، ضبط میکردن، میمردن تو تلویزیون میشستن پلی بک میکردن. ولی کاری که من از این ور که اصلا وابستگی دولتی هم نداشتم شخص کرده بودم، ارکستر 22 نفره رو زنده میوردم، زنده میزنن خواننده رو زنده میخوندن. تأثیرش 1:100 برای تماشاچی. اینکه برنامه موفق شده بود، همین آقای قطبی نمایندهشون شادروان استاد محقق و مدرس شادروان فریدون ناصری بودن. ایشون گفت چه ایده جالبی داری، چه زرنگی، تو چند سالته؟ گفتم 27 سالم. گفت بچه من 27 سالم بود پی رو از سه تشخیص نمیزدم. راست میگین شما، ولی حالا ما چیکار کنیم که شما بیاین رادیو برای ما کار کنیم، هم شما هم برادرتون؟ گفتم از پسش بر نمیان، چون درآمدی که ما بیرون داریم با شرکت های کاست و ترانه و کمپانی هایی که هستن بیرون، آونگ، آپولون، گاسپیان، درآمدی که با اینا ما داریم، شما نمیتونید جوابگوشون باشید. شما با بودجه دولتی میخواییم ما رو در اختیار خودتون میگیرید؟ نه. گفت خب حداقل بیایم برای ما هم یک کارهایی تنظیم کنیم. گفتم اون عادلانه است، پول خوب بدیم میایم تنظیم میکنیم. که چند تا کار من نوشتم، منوچهر رو یادم نمیاد چیزی نوشته باشه، که استاد فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر بودن، اون موقع ارکستر بزرگیشون اومدن اجرا کردم، از اجرا کردن، رهبری کردن. یه دو تا ترانه از ترانه های استاد جانبخش پازیکی بود که خدا بیامرز، گیتی پاشایی خون. یه کار از استاد پرویز مخصلی بود به اسم تعبیر که باز با این ارکستر بزرگ، و یه کار دیگه بود که فریدون فرحی خون. منظور که من روی خوش بهشون نشون دادم، ولی دیگه خورد به انقلاب و از تمام مسائل کنسل شد. بله، یکی از دلایل اصلی من برای رفتن به آمریکا سرمایه گذاری بود که توی کاباره به اسم کاباره کلبه داشتم، و اونجا بود که یه سرمایه گذاری کردم. حالا مبلغش مهم نیست. اول داداشم منوچهر و داوود بهبودی پور و نوری خدا بخشی که درام پرکاشنیست و درامر ما بودن فرستادمشون. بعد دیگه خودم معافیم جور شد، معافی نداشتم، معافی در زمان سر گرفتم. خودم 19 آذر ماه 1157 رفتم آمریکا، هم بالا سر سرمایه هم که متاسفانه جواب درستی نداد، چون به منی کربلا رفته و مکه رفته زارن این کار نمیمن که توی کاباره که جای مشرب و عیش و عشرت و فسق و فجور سرمایه گذاری کنم. اون سرمایه هم از بین رفت، آسیبای مادی معنوی اجتماعی بهم خورد.
ولی خب شکر خدا تو جیب چپم اگر پولم رفت تو جیب راستم یه مقدار پسنداز داشتم. با اون مادر خواهرم از ایران آوردم اونجا تا آمریکا زندگی کردم و خودم شروع کردم باز به تفحص، ریسرچ، تحقیق و در یک کلاس ورکشاپ آزاد دیگرو نام نویسی کردم برای موسیقی فیلم. اونجا رفتم حدود یک سال خورده موسیقی فیلم میخوندم اونجا، یکی از شاگردای موفق اونجا بودم. بعد دیگه شروع کردم برای خودم ارکستر 30 نفره 60 نفره درست کردن، کنسرت های مختلف در مجامع و مراکز هنری برای ایرانی هایی که زیاد میشدن و سعی میکردم که وارد مارکتینگ و بازار آهنگای مارکتینگ آمریکایی بشم، که در این راستا ارتباط برقرار کردم با لاین ریچی، مایک جکسون، استیو واندر، کین راجرز. و این متاسفانه سال 62 پدرم به علت سکته قلبی از بین از این دنیا رفتن و چون عشق پدری زیادی داشتم مخصوصا سرزمین پدریم دیگه برگشتم به ایران سال 63 و دیگه موندگار شدم و در خدمت شما هستم. اردبیل برای من تا ابد اردبیل با من خواهد بود. حتی من وصیت کردم که آکاردون منم بذارن تو قبر با من. من یه آدم سوپر انترنسیونالیزمم، وطن پرستم، خیلی خیلی وطن پرستم. من تو آمریکا که بودم، من 5-6 بار رفتم آمریکا و هیچ وقت هم دوست نداشتم سیتیزن اونجا بشم، نگرفتم، حتی گرین کارت هم نگرفتم. و تزم هم اینه که میگم من باید به آمریکا گرین کارت بدم. Thank you.